رضا کیانیان متولد 29 خرداد 1330 در تهران بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون نویسنده طراح و عکاس صاحب نام ایرانی است رضا کیانیان در سال 1330 در میدان خراسان تهران به دنیا آمد رضا دومین فرزند خانواده و دارای چهار برادر و دو خواهر می باشد او در یک سالگی به همراه خانواده به مشهد نقل مکان کرد و در مشهد علاوه بر گذراندن دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در حوزه علمیه مشهد به تحصیل دروس فقهی و اسلامی نیز پرداخت رزا کیانیان متولد میدان خراسان در تهران است پدرش حسین باستانی کار قدیمی و مشهور زمان خود بود و همدوره هفت کچلون و حسین رمزون یخی بود دو برادر و دو خواهر دارد و خودش دومین فرزند خانواده است. رضا کیانیان در سن 32 سالگی با هایده قراچداقی داقی ازدواج کرد. همسرش خواهرزاده صحراب سپهری شاعر مطرح کشورمان می باشد. آنها پس از گذشت هفت سال از زندگی مشترکشان صاحب یک فرزند پسر شدند و نامش را علی گذاشتند. اولین استاد بازیگری او برادرش داوود بود که در سال 1345 وی را در نمایش نامه از پای نیفتاده ها به قلم غلام حسین سایدی کارگردانی کرد. رضا به مدت سه سال در گروه تاتر برادرش داوود فعالیت داشت. وی در سال 1335 از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران در رشته تئاتر فارغ و تحصیل شد و در نمایش های زیادی از جمله خورد بورجا، آنتیگونه، یادگار سالهای شن، ازدواج آقای میسیسیپی، چهره های سیمون ماشا به ایفای نقش پرداخت. در کتاب بزرگ داشته رزا کیانیان که توسط کیوان کسیریان نوشته شده است او به انتشار خبر ازدواجش با گوگوش در زمانی که هر دو در آمریکا بودند اشاره کرده و گفته است خبر صحت نداشته و شایعه بوده میگوید یک دوره ای که بازیگری را نمی توانستم ادامه بدهم نجاری می کردم. با شاگردی نجاری شروع کردم و بعد کابینت ساز شدم بعد سمت در و پنجره ساختن رفتم و بعد به دکوراسیون داخلی رسیدم. در یک دوره ای هم در یک شرکت معماری نقشکش ساختمان شدم. کیانیان علاوه بر فعالیت در زمین های فیلم نام نویسی و طراحی صحنه در کار عکاسی حرفه و مجسم سازی نیز می باشد. او سال 1377 برای طراحی صحنه تئاتر جایزه نیز گرفته است و چندین نمایشگاه عکاسی و مجسم سازی نیز از سال 72 تا 91 برگزار کرده است. رضا کیانیان درباره شایعه ازدواجش با گوگوش میگوید زمانی که خانم گوگوش به آمریکا رفت من هم در همان روزها و البته با یک هفته تاخیر به آمریکا رفتم. در همان زمان یکی از دوستان خواهرزاده من به او گفته بود که شنیدی که رضا کیانیان با گوگوش ازدواج کرده و به آمریکا رفتن دختر خواهرم هم جواب داده بود که این شایع است و واقعیت ندارد و وقتی که اصرار و پافشاری دوستش را برای صحت و درستی این موضوع دیده بود جواب داده بود که چنین موضوعی اصلا درست نیست و واقعیت ندارد چون رضا کیانیان دایی من است اما نکته جالب ماجرا اینجاست که باز هم دوست خواهرزاده من ماجرا را قبول نمی کند و میگوید پس معلوم می شود کیانیان ماجرای واقعی را به شما نگفته و یا اینکه اصلا دایی تو نیست رضا کیانیان بازیگر سینمای ایران درباره تنز و خاطراتش صحبت کرده است رضا کیانیان درباره بعد از انقلاب و کارهایی که عموما غمناک بود گفت ما بعد از انقلاب با شادی قهر کردیم و این موضوع هیچ ارتباطی با نوع انقلاب ندارد اصول ذات هر انقلاب در هر کشوری باعث می شود که شادی و خنده در آن جامعه کمتر شود و این ربطی به اسلامی یا حتی مارکسیستی بودن انقلاب ندارد تفکر انقلابی به نحوی است که فکر می کنند خندیدن کار سبوکی است و به علت این موضوع را نمیدانم که چرا به این صورت است بیشتر سوال که از من می شود احمقانه است و علتش هم مشخص است. سوال کننده جواب سوال را در سوال آورده و در حقیقت برای تایید و بست جوابی که خودش در قالب سوال از من مطرح کرده آن موضوع را از من میپرسد. من یک دفعه به حج رفتم حج تمتع از قدیم شنیده بودم که هر کسی که برای بار اول به حج می رود در اولین باری که نگاهش به خانه خدا می افتد، هر آرزو و دعایی که در دل کند مستجاب می شود طبیعتا من هم آرزو و خواستی داشتم که دلم می خواست اولین باری که کعبه را دیدم آن را از خدا بخواهم رسم بر این است که شخصی که میخواهد به حج برود از اطرافیان و آشناهایش طلب حلالیت می کند تا دینی از کسی روی دوشش نمانده باشد. وقتی در مراسم معمود حلالیت گیری داشتم از همه حلالیت میگرفتم گرفتم برادری کوچکترم با شیطنت گفت که اولین باری که خانه خدا را می بینی برای من دعا کن. من هم به مکه رفتم و طبق قولی که داده بودم اولین بار که چشمم به خانه خدا افتاد برای او دعا کردم. عادت کردم وقتی کسی به سمت میآید به دستانش نگاه می کنم تا دستش به سمت گوشی می رود می فهمم که نیتش چیست یا قصد سلفی گرفتن دارد و یا می خواهد گوشی را به کسی بدهد که از من و خودش عکس بگیرند به هر حال از سلفی کلافه شدم ولی راحت تر است چون به شخص سوم احتیاج ندارد و برای عکس گرفتن دست رد به سینه کسی نمی زنم همچنین کیانیان به سکانسی از مختارنامه اشاره کرد که باعث شد بیماری سختی بگیرد او گفت سختترین و عجیبترین شرایطی که در آن بیمار شدم مربوط به آخرین سکانسی بود که در مختارنامه بازی کردم در آن سکانس کعبه را با من جنیق مورد حمله قرار داده بودند و کعبه در آتش میسوخت من که نقش عبدالله زوبیر را بازی میکردم باید در آن سکانس روی بالکن میآمدم و میگفتم که اگر این خانه خانه خداست خداوند خدا خودش آتش را خاموش و کعبه را حفظ کند که بعد از آن هم باران شروع به باریدن میکرد و آتش خاموش میشد فیلمبرداری این سکانس در زمستان بود و هوا به قدری سرد بود که من تا به حال چنین سرمایی را تجربه نکرده بودم. تمام عوامل صحنه و گروه فیلمبرداری برداری لباس محافظ و ضد آب پوشیده بودند و چون در آن سکانس باید باران هم می روی لباس همه آنها یک لایه یخ بسته شده بود به طوری که زمانی که تکان میخوردن یخ ها میشکست و وضعیتی مشابه باران یخی در کانادا ایجاد شده بود در چنین شرایطی من باید دشتاشه میپوشیدم و میرفتم روی بالکن میستدم و دیالوگ میگفتم خدا رو شکر آن سکانس را با یک برداشت گرفتیم و تمام شد اما یادم میآید که موقع حرف زدن از شدت سرما از سرم بخار بلند میشد آن سکانس تمام شد و چون آخرین سکانس من در سریال مختارنامه بود فردای آن روز برای بازی در فیلم راه آبی ابریشم به جزیره قشم رفتم هوای قشم گرم بود و دیگر بعد از آن سرمایی که سر بازی در مختارنامه تجربه کردم به طرز وحشتناکی سرما خوردم و سه روز حتی توان حرکت کردم نداشتم کیانیان که با آتیلا پسیانی دوستی قدیمی دارد خاطر یه از پسرش در دوران کودکی تعریف می کند و می پسرم زمانی که دبستانی بود روزی به خانه آمد و گفت که بابا واقعا این بچه های مدرسه خیلی بیکارن یا خیلی حوصله دارن و بعد توضیح داد که یکی از بچه های مدرسهشان امو آتیلا را در خیابان دیده و از دیدن او هیجان زده شده است و این ماجرا را برای کل مدرسه تعریف کرده است واقعیت این است که به قدری پسر من آتیلا پسیانی را از نزدیک دیده بود از نظرش دیدن آتیلا پسیانی که برای دوست او موضوعی خارقلده بود بسیار معمولی و خالی از هیجان به نظر می آمد. برای من هم همینطور است و واقعا نمیتوانم بگویم معروف در این شماری ذخیره شده در تلفن همراه هم متعلق به چه شخصی است.